سلام، در خدمتتون هستم با یکی دیگر از سری مسابقات جهانی جرمن مستر 2023 و من قراره براتون در این کلیپ یک سری از بهترین ضربات بازیکنان رو براتون تجزیه و تحلیل کنم. پس در ادامه با من باشین. بریم برای تحلیل اولین ضربه از نیل رابرتسون هستش که در شرایط استونگه قرار گرفته و همینجوری که داریم میبینی با استفاده از 4 تا کوشن رفت استونکر میکنه. پس با من باشین برای تحلیل این ضربه. بعد از تلاش اول من سعی کردم افکت صحیح رو در این ضربه پیدا کنم، اما کیوبال نزدیک به کشه من رو مجبور میکرد که زاویه چوبم رو خیلی بالاتر بگیرم. این کار یکم برایم سخت کرده بود. بعد از تلاش های زیاد فهمیدم که این ضربه نیل رابرتسون میتونه یک ضربه شانسی باشه، چون این مسیری رو که انتخاب کرده یک مسیر کاملا شانسی و نمایشی هستش. تلاش ششم رو با هم دیگه میبینیم و این ضربه میتونه نزدیکترین حالت به ضربه نیل رابرتسون باشه و همینجوری که در تصویر میبینیم من باید با استفاده از افکت پایین و یک مقدار ساید چپ بتونم کیوبالم رو در این مسیر قرار بدم. پس ما نتیجه میگیریم که این ضربه میتونه یک ضربه کاملا شانسی و اتفاقی باشه و من بعد از تلاش 12 تونستم کیوبالم رو تو مسیر توپ هدف با استفاده از 4 تا کوشن قرار بدم. پس بریم با هم دیگه ضربه درست رو با هم دیگه ببینیم. ضربه دومو داریم با هم دیگه میبینیم از تیان هستش. همینجوری که داریم میبینیم توپ قرمز رو به درستی پات میکنه و کیوبالش توی زاویه مناسب برای توپ صورتی قرار میده. این ضربه میتونه یک ضربه ساده باشه و تنها نکته ای که باید دقت کنیم با استفاده از 2 تا کوشن قسمتی از توپ قرمز رو هدف بگیریم و کیوبال رو تو شرایط توپ صورتی قرار بدیم و من بعد از تلاش دوم تونستم این موقعیت رو بگیرم. ضربه سوم رو با هم میبینیم از شیاو گودونگ هستش. یک لانشات بسیار زیبا میزنه. به این نوع ضربه ها ضربه های ایمن میگن. وقتی که شما در شرایط بازی هستین و یک میز کاملا باز دارین و یک هدف و یک توپ برای پاکت کردن انتخاب میکنین، بعد از ایجاد ضربه کیوبال رو تو یک منطقه امن میبرین که اگه توپتون هم پاکت نشد باز موقعیت به حریف داده نشه. و در چه صورتی دوباره اتفاق میفته؟ وقتی که شما موقعیت سیفتی ندارین باید حتما یک توپ انتخاب کنین و سعی کنین کیوبال رو تو یک منطقه امن قرار بدیم. اما من بعد از تلاش پنجم این موقعیت رو تونستم بگیرم. ضربه چهارم رو با هم میبینیم، اگه اسمشون رو درست گفته باشم، آقای سی هست. یک فرم بسیار حساس و یک اسنوکر دقیق و حساب شده انجام میده و کیوبا رو تو شرایط سخت برای حریفش قرار میده که بتونه موقعیت توپ قرمز و بازی رو بگیره. این ضربه میتونه یک ضربه آسون باشه، فقط باید دقت داشته باشین که یک برش نازک با استفاده از افکتی که به کیوبا میدین کیوبال رو در مسیر توپ ضرب قرار بدین. و همینجوری که میبینین من با استفاده از افکت بالا یک مقدار ساید راست و بعد از تلاش چهارم کیوبالم رو در مسیر استونکر و توپ ضرب قرار دادم. بریم با هم دیگه ضربه درست ببینیم. و همینجوری که میبینین در ضربه چهارم میتونه نزدیکترین حالت به ضربه آقای سی باشه و کیوبالم به درستی پشت توپ ضرب قرار میدم. بریم با هم دیگه ضربه رو دوباره ببینیم. ضرب
ضربه پنجم رو با هم میبینیم از جک لیزوفسکی هستش، همینجوری که در تصویر میبینیم یک توپ برای پات کردن داشت، اما انتخاب کرد که به جای پات کردن توپ سخت یک سیفت بسیار زیبا و دقیق داشته باشه و کیوبالش رو پشت توپ زرد قرار بده. قطعا در این ضربه از ساید استفاده شده، همینجوری که در تصویر میبینین از ساید چپ با استفاده از افکتی که به کیوبال میدیم میتونین کیوبال رو در مسیر توپ زرد قرار بدین و تنها نکته این ضربه میتونه یک برش خیلی نازک و دقیق و حساب شده باشه. با استفاده از اون پاور و نیرویی که به کیوبال میدیم به درستی کیوبال رو در منطقه‌ای که مد نظرتون هست قرار بدین. پس ما نتیجه میگیریم که این ضربه میتونه یک ضربه آسون باشه، با کمی تلاش و دقت با یک برش دقیق و حساب شده میتونین سیفتی های زیادی در بازیتون داشته باشین و من بعد از تلاش هشتم تونستم نزدیکترین حالت به ضربه جک لیزوفسکی رو ایجاد کنم. پس بریم با هم دیگه ضربه رو ببینیم. ضربه ششم با هم میبینیم از لویس هستش، یک پات و یک کانون بسیار دقیق و حساب شده و موقعیت گرفتن توپ قرمز. بریم با هم دیگه تحلیل کنیم این ضربه رو. در این ضربه همینجوری که در تصویر میبینیم با استفاده از ساید راست و افکتی که به کیوبال میدیم کیوبال رو در مسیر توپای هدف قرار میدیم و مبحث کنون کردن توپا هستش. وقتی در شرایط بازی هستین و موقعیت توپاتون بسته هستش، شما میتونید یک کنون دقیق و حساب شده داشته باشین و توپهای بیشتری رو در شرایط بازی و موقعیت برای خودتون قرار بدین و من بعد از تلاش چهارم تونستم این موقعیت رو بگیرم و موقعیت بیشتری رو داشته باشم. ضربه هفتمی که براتون انتخاب کردم از کاو هستش، یک ضربه کاملا سخت با پل دستی نامناسب و دشوار. پس بریم با هم دیگه ببینیم. وقتی کیوبال ما در این شرایط قرار گرفته، عامیانه تر بخوام توضیح بدم زیر دست هستش، پس این میتونه یک ضربه سخت و دشوار باشه چون کاملا پل دست تغییر میکنه و زاویه چوب نسبت به کیوبال و با دید کمتری نسبت به خط تلویزیون خود قرار میگیری. پس با تمرین و تلاش و تجربه بالا میتونی این ضربه رو داشته باشین و بعد از تلاش پنجم تونستم توپ قرمز رو پات کنم و موقعیت توپ مشکیم رو بگیرم. بریم با هم دیگه ببینیم. ضربه هشتم رو با هم میبینیم، دوباره از جک لیزوفسکی هستش، یک برش بسیار زیبا و دقیق و بعد از پات کردن توپ قرمز موقعیت توپای رنگیش رو به درستی گرفته. پس بریم با هم دیگه دوباره ببینیم این ضربه رو و چه افکتی استفاده کرده. وقتی در شرط بازی قرار گرفتیم، این ضربه میتونه یک ضربه کاملا سخت و دشوار باشه و با دقت و تجربه زیاد میتونی یک برش دقیق و حساب شده داشته باشی و همینجوری که میبینین من بعد از تلاش سوم و چهارم نمیتونم این توپ رو پات کنم و با استفاده از افکتی که به کیوبال میدم بعد از تلاش هفتم میتونم نزدیکترین حالت به ضربه جک لیزوفسکی رو داشته باشم. پس بریم با هم دیگه دوباره ببینیم ضربه صحیح رو. ضربه نهم رو با هم میبینیم از تام فورد هستش، با استفاده از 3 تا کوشن توپ مشکی رو برای میدل وسط پات میکنه. پس بریم با هم دیگه تجزیه و تحلیل این ضربه رو داشته باشیم. قطعا این ضربه یک ضربه کاملا نمایشی هستش و هیچ نکته آموزشی نداره که من بهتون بگم و معمولا بازیکنهای بزرگ وقتی فرم و مال خودشون میکنن و اختلاف امتیازشون نسبت به حریف زیاد هستش، توپای آخرشون رو نمایشی میزنن و همینجوری که در تصویر میبینین با استفاده از افکتی که به کیوبال میدم میتونم توپ مشکی رو برای میدل وسط پاکت کنم.
و من بعد از تلاش هفتم تونستم توپ آخر رو با استفاده از سه تا کشن برای میدل وسط پاکت کنم. پس بریم با هم دیگه این ضربه رو ببینیم. ضربه دهم رو با هم میبینیم از برسل هستش، در شرط اسنوکر قرار گرفته و به درستی رفع اسنوکر میکنه. پس بریم با هم دیگه این ضربه رو تجزیه و تحلیل کنیم. وقتی در شرط اسنوکر قرار گرفتیم باید دو تا نکته رو خیلی رعایت کنیم. یک، رفع اسنوکر میکنیم و موقعیت به حریف میدیم، یا اینکه رفع اسنوکر به درستی انجام میشه و موقعیت به حریف نمیدیم. و من بعد از تلاش دوم تونستم به درستی نزدیک ترین حالت به ضربه لوکا برسل رو ایجاد کنم و موقعیت به حریف داده نشد. ضربه 11 رو با هم میبینیم از کارتر هستش، در شرط اسنوکر قرار گرفته، رفع اسنوکر به درستی انجام میده و بعد از رفع اسنوکر کردن کیوبال رو پشت توپ زرد قرار میده. آیا این میتونه یک ضربه شانسی و اتفاقی باشه یا حساب شده؟ پس در ادامه میشین. در ضربه قبل اشاره کردم وقتی در شرایط اسنوکر قرار گرفتین باید خیلی دقت داشته باشین که به درستی رفع اسنوکر کنین، طوری که به حریف موقعیت داده نشه. وقتی شما یک میز کاملا بازو دارین باید خیلی دقت داشته باشین برای انتخاب کردن توپای قرمز و مسیری که بتونین رفع استوکر کنین. و من بعد از ایجاد چند تا ضربه به درستی مسیر حرکت کیوبال رو پیدا کردم و با استفاده از افکتی که به کیوبال میدم همراه با یک مقدار ساید چپ کیوبالم را در منطقه ایمن ببرم. اما در ضربه‌ای که کارتر ایجاد کرد رفع استونکر به درستی دقیق و حساب شده انجام داد، اما کیوبال رو بردن به پشت توپ زرد و استونکر کردن حریف کاملا شانسی و اتفاقی ایجاد شد و من بعد از تلاش‌های زیاد برای استونکر کردن نتونستم کیوبالم رو پشت توپ زرد قرار بدم. اما بعد از تلاش دهم رفع استونکر به درستی و کیوبالم رو در منطقه ایمن قرار دادم. تلاش دهم با هم دیگه میبینیم و میتونه این ضربه یک ضربه نزدیک به ضربه کارتر باشه. ضربه 12 رو با هم میبینیم، پاس کردن توپ مشکی و با استفاده از یک کوشن یک کانون بسیار زیبا با توپای قرمز. بریم با هم دیگه ببینیم. این ضربه میتونه یک ضربه آسون باشه، فقط با استفاده از افکتی که به کیوبال میدیم به درستی کیوبال رو در مسیر توپ قرمز قرار میدیم و من بعد از تلاش اول تونستم همین موقعیت رو بگیرم. ضربه 13 و ضربه آخر از لوکا برسل است، در شرط اسنوکر قرار گرفته و با استفاده از پیچی که به کیوبال میده بعد از پات کردن توپ قرمز موقعیت توپ مشکی رو میگیره. پس بریم با هم دیگه ببینیم و چند تا ضربه بزنیم. وقتی در شرط اسنوکر قرار گرفتیم و کیوبال نزدیک به کشن هستش قطعا از افکت های پایین نمیتونیم استفاده کنیم. همینجوری که در تصویر میبینیم با استفاده از افکتی که به کیوبال میدم و زاویه چوب نسبت به کیوبال با زاویه زیاد وقتی ضربه ایجاد میکنیم کیوبال یک مقدار از نقطه شروع انحراف به راست داره و در ادامه مسیر در لاین توپ هدف قرار خواهد گرفت و من بعد از تلاش ششم موقعیت توپ مشکی رو تونستم بگیرم.